نشریه تاون هال آمریکا. طاهر بومدرا رئیس حقوق بشر یونامی و نماینده دبیر کل ملل متحد برای اشرف 2012. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تحقیقات مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 ایران فراخوان داد. The United States calls on the international community to conduct independent investigations and to provide accountability and justice for the victims of these horrendous violations of human rights organized by the Iranian regime. مقام‌های رژیم ایران بی‌شرمانه ادعا می‌کنند فتوای خمینی هنوز در برابر مجاهدین خلق که به دنبال سرنگونی رژیم هستند پابرجاست. دموکراسی‌های غربی باید پرونده قتل عام سال 67 ایران را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه دهند تا قاتلان این کشتار جمعی که سران کنونی رژیم ایران هستند به دست عدالت سپرده شوند. طاهر بومدرا رئیس حقوق بشر یونامی و نماینده دبیر کل ملل متحد برای اشرف سال 2012 در نشریه تاون هال آمریکا به قتل عام 30,000 زندانی سیاسی ایران در سال 67 به دستور خمینی جلاد پرداخت و تصریح کرد باید این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود و آمران و عاملان آن که سران کنونی رژیم ایران هستند به پای میز محاکمه کشیده شوند. وی با اشاره به موضع‌گیری 27 تیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد رژیم ایران بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه آتش‌بس قتل عام زندانیان سیاسی را شروع کرد. باید یک تحقیقات مستقل در مورد این پرونده صورت گیرد. طاهر بومدرا با عنوان سازمان ملل در قبال جنایات رژیم ایران علیه بشریت اقدامی نکرد زمان آن است که دموکراسی‌های غربی وارد شوند نوشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مورگان اورتگاس در تاریخ 17 ژوئیه 27 تیر 99 به جامعه جهانی فراخوان داد تا تحقیقات مستقلی را برای بازخواست و اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988-1367 در ایران انجام دهد. در پی یک فتوای داده شده توسط خمینی ولی فقیه وقت در اواسط ژوئیه 1988 در مدت چند ماه 30,000 زندانی سیاسی که عمدتاً وابسته به مجاهدین خلق ایران بودند پس از دادگاه‌های فرمایشی که فقط 5 دقیقه به طول می‌انجامید به طور مخفیانه قتل عام شدند. اجساد آنها آغشته به مواد ضد عفونی کننده شد، سپس بسته‌بندی شده و در کامیون‌های یخچالدار قرار داده شد. سپس شبانه در گورهای جمعی در سراسر کشور دفن شد. در آن تابستان به سازمان ملل اطلاعات موثقی داده شد که یک قتل عام به طور مخفیانه در زندان‌های ایران در حال رخ دادن است. سازمان ملل هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نداد. در سال 2016 گروهی از وکلای حقوق بشر یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام عدالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران را با هدف تضمین مورد بازخواست قرار گرفتن عاملان و آرامش خاطر خانواده قربانیان بنیانگذاری کرد. ما با ده‌ها تن از بازماندگان مصاحبه کردیم و شواهد تصویری از 59 گور دست جمعی به دست آورده ایم. ما همه شواهد خود از جمله دو گزارش بلند را به سازمان ملل ارسال کردیم با این امید که تحقیقاتی را در این باره شروع کنند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر چندین تحقیق مستقل در مورد این قتل عام انجام شده است. این علاوه بر تحقیقاتی است که توسط JVMI انجام شده. سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خود را
در مورد این قتل عام در سال 2018 انجام داد و خاطر نشان کرد که خمینی به محض اینکه مجبور به پذیرش آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل در جنگ ایران و عراق شد، تصمیم به انجام این جنایت علیه بشریت گرفت. اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کمیته های مرگ که حداقل در 19 ژوئیه 1988 تأسیس شده بودند، باعث ناپدید شدن اجباری و اعدام های فراغذایی هزاران زندانی سیاسی مخالف شدند. July 19th marks the anniversary of the start of Iran's so-called death commissions. On the orders of Ayatollah Khamenei, these commissions reportedly forcibly disappeared and extrajudicially executed thousands of political dissident prisoners. در یک رویداد بین المللی در 19 ژوئیه 29 تیر 99 به مناسبت بزرگداشت 32 سالگرد قتل عام سال 1988 1367 جفری رابرتسون قاضی مشهور سابق سازمان ملل که تحقیق جداگانه‌ای در مورد این قتل عام انجام داده آن را بدترین جنایت علیه بشریت از زمان اردوگاه‌های کار اجباری در جنگ جهانی دوم توصیف کرد. به گفته وی در آن زمان هیچ حسابرسی صورت نگرفته است زیرا سازمان ملل ضعیف و در وظیفه خود ناکام بوده است. اگر تحقیقات را به سازمان ملل واگذار کنیم بسیار محتمل است که سالها و شاید چندین دهه طول بکشد فقط برای تصمیم گیری درباره راه اندازی تحقیق. در عوض آنچه دموکراسی های غربی می توانند انجام دهند این است که دادخواستی را در دادگاه بین المللی کیفری ارائه کنند تا عاملان را مورد پیگرد قانونی جنایی قرار دهند. جنایت علیه بشریت به قانون محدودیت ها خلاصه نمی شود و حتی اگر این جنایت 32 سال پیش نیز انجام شده باشد امروز نیز قابل پیگرد است. مقام های رژیم ایران بی‌شرمانه ادعا می کنند که فتوای خمینی هنوز در برابر مجاهدین خلق که به دنبال سرنگونی رژیم هستند پا برجاست. قاتلان مسئول این قساوت و کشتار جمعی امروز دولت و قوه قضاییه رژیم ایران را اداره می کنند. بازماندگان هنوز زنده هستند و شواهد و مدارک موجود به راحتی در دسترس است. نباید یک لحظه هم درنگ کرد که یک دولت دموکراتیک قدم بردارد و درخواست خود را در دادگاه جنایی بین المللی ارائه دهد تا دادرسی کیفری علیه قاتلان این کشتار جمعی در ایران آغاز شود.